دادگاه شهر آنتورپ در شمال بروکسل پایتخت بلژیک جایی که قرار است به زودی حکم اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی بازداشتی در این شهر را صادر کند به اتهام تلاش برای بمبگذاری در این مراسم که دو سال پیش برگزار شد گرد همایی سالانه مجاهدین خلق در پاریس از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی مراسمی که در آن علاوه بر اعضای این گروه مهمانانی ویژه از آمریکا و چند کشور دیگر هم حضور داشتند از جمله رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا اسدالله اسدی متهم است که مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده تا در پاریس منفجر کند اما پلیس بلژیک این زوج را در خاک همین کشور دستگیر می کند. همزمان آقای اسدی هم در آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران محاکمه اسدالله اسدی را کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایران خوانده. سعید خطیبزاده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از شرایط نگهداری او در زندان شهر آنتورپ گفته این دیپلمات ایرانی برای تماس با خانوادهش دسترسی بسیار محدودی به تلفن دارد. در ارتباط با این پرونده با یک سناریو و عملیات فریب مواجهیم. یک دام پیچیده با استفاده از گروهک ورشکسته منافقین برای این دیپلمات ایرانی طراحی کردند که البته انجام چنین اقدامهایی از سوی برخی از سرویس های کشورهای غربی مسبوق به سابقه است. رسانه های آلمان هفته گذشته گزارش کردند که سرنخ های تازه ای از رفت آمدهای اسدالله اسدی در یازده کشور اروپایی پیدا شده. همچنین فهرستی از افراد مرتبط با این دیپلمات. به گفته این رسانه ها احتمالا این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می کردند. بر اساس این گزارش ها پلیس آلمان دو دفترچه یادداشت در ماشین آقای اسدی کشف کرده که در یکی از آنها دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده. بر این اساس دفترچه دیگر حاوی رسید پرداخت های نقدی به برخی افراد ناشناس با اسامی ایرانی است. مبالغی بین 2500 تا 5000 یورو. مقام های قضایی آلمان معتقدند دریافت کنندگان این مبالغ با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بودند. آنها در حال تحقیق درباره مسئولیت اسدالله اسدی در هدایت این گروه هستند. قرار بود حکم این دیپلمات که احتمالاً 20 سال حبس خواهد بود، جمعه گذشته صادر شود. اما دادگاه آنفرب بدون ارائه توضیحی در این خصوص آن را تا چهارم فوریه یعنی حدود ده روز دیگر به تعویق انداخت. در دادگاهی که در ماه نوامبر برگزار شده بود، آقای اسدی از حضور در جلسه خودداری کرد. او هرگونه نقش داشتن در طراحی بمبگذاری در گرد همایی مجاهدین خلق را رد می کند. بگم، موکل از من خواسته امروز او رو نمایندگی کنم. او به من گفته که برای این قضات احترام بالایی است. اما در نظر داره که با استناد به مسئولیتش اجازه نده که او رو محاکمه کنن. همینطور به خاطر اینکه به حقوق او از ابتدای این روند احترام گذاشته نشده. جمهوری اسلامی تا کنون هر گونه دخالت و آگاهی از تلاش برای انفجار در گرد همایی مجاهدین خلق را تکسیب کرده و تاکید کرده که بازداشت، تشکیل پرونده و اتهامات طرح شده علیه آقای اسدی را ناقض مسئولیت دیپلماتیک او میداند. مهدی بیگی رادیو فردا